درود و مهر بر تک تک شما دوستان عزیز، امیدوارم که حال هوای دلتون سبز و بهاری باشه. یک کباب تابه خوشمزه و بی‌نظیر درست کردید. اگر شما هم جز اون افرادی هستید که فکر میکنید کباب تابه یا کلا کباب و فقط میشه با گوشت درست کرد، سخت در اشتباهید. میگید نه، ببینید ما چه کردیم. یه دونه رو فقط محض نمونه بهتون نشون بدم، جذابیتش رو ببینید. حالا میخوام بچشم ببینم چی از کار در اومده. حین سرخ شدن عطری را انداخته بود که هوش از سرمون برده بود. کاملا نرم و چرب و چیدی. جای همگیتون خالی. معرکه است. شما رو دعوت میکنم رسیپی این کباب تابه‌ای رو ببینید تا ببینید ما بدون گوشت چه معجزه‌ای کردیم. کی گفته که کباب تابه‌ای رو حتما باید با گوشت درست کرد؟ بیا تا تو این آموزش بهت بگم که بدون گوشت هم میتونی یه همچین کباب تابه‌ای جذاب و معطر و بی‌نظیری درست کنی. خب دوستان، ببینیم برای درست کردن این کباب کوبیده تابه‌ای آبدار بدون گوشتمون به چیا احتیاج داریم و اصلا حکایتش چیه. من یه توضیح کلی بهتون میدم که ملکه ذهنتون بشه. این سنگدون مرغه و این دل مرغه. بسته بندی های فروشگاهیش نیم کیلوه. منتها وقتی شما بخواید پاکش بکنید و تر و تمیزش بکنید، قاعدتا وزنش کمتر میشه. از دو بسته نیم کیلویی سنگدون مرغ برای من 700 گرم خالص گوشتش مونده و از یه بسته نیم کیلویی دل مرغ 400 گرم، یعنی بقیه‌اش چی شده؟ خوراک پیشی های محل شده. من الان اینجا مجموع سنگدون و دل مرغ 1 کیلو 100 گرم گوشت دارم. در ازای این مقدار 200 گرم دنبه تازه. توجه کنی دنبه بون نده، تازه باشه، چرا که تازگی دنبه لازمه داشتن یک کوبیده معطر و خوشمزه است. و اما قاعدتا وقتی دل مرغ رو پاک میکنید و خوناش رو میگیرید و میشوریدش آب داره، درسته؟ خب میذارید توی آبکش. سنگدون مرغ که این شکلی نیست، من اینو کالبد شکافی کردم. این قسمت های سفتش رو گرفتم، پوستای اضافهش رو گرفتم و قشنگ شستم و برای اینکه خیالم راحت باشه آب اضافه سنگدون و دل مرغ بعد از شستش رو کاملا رفته، توی آبکش گذاشتم، سرشم پوشوندم، زیرش یه کاسه گذاشتم، 24 ساعت توی یخچال نگهداری کردم که هرچی خونابه و آب اضافه داشته رفته. این از این. در ازای این مقدار من نیم کیلو پیازی دارم که هنوز آبش رو نگرفتم. پیاز نمیخوام زیاد بزنم، چون داستان این کوبیده با گوشت گوسفند یا گوساله تومن به تومن فرق میکنه. ما باید یه چسبندگی و یه انسجام خوب بتونیم ازش بگیریم. بنابراین اندازه پیاز رو به صورتی گرفتم که حین ورز دادن خیالم از بابت چسبندگی گوشتم راحت باشه. الانم بریم که اینا رو چرخش کنیم. ترجیحم اینه تا چرخ گوشتم تمیزه، پیازم برای بار اول چرخ کنم، توی این صافی بریزه و آب اضافهش بره. فقط یه توضیح بدم، پیازو بعد از پوست کندن 1 ساعت داخل یخچال گذاشتم، البته توی کیسه فریزر، که یه خورده حالت بیات پیدا بکنه. و حالا میخوام چرخش کنم. تو همین آبکش میذارم بمونه تا موقع استفاده. هر چقدر آب ازش رفت که رفت، باقیشم با دست خودم میگیرم. اینو بذاریم کنار، بریم سراغ دل و سنگدون و دنبه. عزیزان اینجا رو نگاه کنید، بافتش قشنگ مثل گوشت چرخ کرده است. اگر دل مرغ و سنگدونتون تازه و تاریخ روز باشه، ابداً هم بوی زهم نمیده. همین یه بار چرخ کردن هم کافیه. بریم که پیاز رو قاطیش کنیم. پیازی رو که یه بار چرخ کرده بودیم قشنگ آبش رو گرفتم.
دیگه لازم نبود دوباره با گوش چرخ بکنم، چون با همون یک بار چرخ کردن دل و سنگدون و دنبه به اون چسبندگی که دلم میخواست رسید. ولی قشنگ آب پیاز رو گرفتم، پیازم توفاله ی توفال است. این از نمک صورتیش که 1.5 قاشق مربخوری بهش اضافه میکنم، نصف قاشق مربخوری فلفل سیاه، نصف قاشق مربخوری هم پول بیبر که شما میتونید 1/4 قاشق مربخوری فلفل قرمز هم اضافه کنید، اون دیگه سلیقه ایه. کباب ما ادویه دیگه ای لازم نداره. نمک و فلفل و قشنگ با پیاز قاطی میکنم و شروع میکنم به برز دادن. از اونجایی که ما توی این مواد از دنبه استفاده کردیم، دنبه علاوه بر اون چربی که به گوشتمون میده یه چسبندگی هم ایجاد میکنه، کافیه که ما خوب برزش بدیم. یه خود چنگ میزنیم و بعد هم به صورت مالشی. خب اینو ما قشنگ ورزش دادیم. حالا چرا اسم این غذای خوشمزه‌مون رو گذاشتیم کباب کوبیده تابه‌ای؟ چون مراحل عمل‌آوری گوشت و پیازمون دقیقاً عین کباب کوبیده است. این کارش اینجا تمومه، بریم مرحله بعدی. کباب تابه‌ای مرغ رو یادتونه؟ می‌خوایم دقیقاً عین همون عمل کنیم. من مقدار گوشتمو نصف کردم و می‌ریزم داخل یک کیسه فریزر تا بعداً قالبش بزنم. این یکی، این هم از اون یکیش. وزن دوتا کیسهی که داخلش گوشته یکیه، من میخوام اینا رو پهن بکنم و بعد قالبش بزنم. یه دونش بره کنار. از اونجایی که مواد این کباب کوبیده تابعیمون خیلی نرمه، دقیقا مثل همون کوبیده مرغ عمل میکنیم. بایستی پهنش کنیم، با خطکش یا یه دونه سیخ کباب از هم جدا کنیم و بذاریم منجمد بشه. اینجوری راحت تر میتونیم از داخل کیسه فریزر درش بیاریم و به نوعی جداش کنیم. خب نگاه کنید، قطرش حدوداً 1 سانته. حالا من با همین خطکشی که دارم تراز در میارم و دونه دونه از همدیگه جداشون میکنم. یه خوردم اینجوری قرش میدیم که قشنگ جدا بشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، 6 تا بستم. 700 گرم بود و 6 تا سیخ کوبیده به ما داد. دونه دونه هم از هم جداش کردم. اون یکی کیسم هم این همین آماده میکنم. به تعداد مورد نیاز میره سر گاز و سرخ میشه، باقیش توی فریزر میمونه. هر زمان که هوس کباب کوبیده تابعی کردیم سرخش میکنیم. خب نگاه کنید، این الان خودش رو گرفته و آماده برش زدنه. دوتا آماده کرده بودیم که یه دونه برای الانم کافیه، این یه دونه هم میره توی فریزر. این ترکیبی که درست کردیم برای هر غذایی که توش گوشت چرخ کرده داره یه جایگزین مناسب و اقتصادیه، ضمن که طعمش هم عالیه. میتونید کتلت، مکارونی، هرچی که دلتون میخواد با این درست کنید. بریم که برشش بزنیم. برای جدا کردن اینا هم میتونید با کاتر این کار رو انجام بدید، هم با قیچی، هر کدوم که راحت ترید. تیغ کاترم هم نو و کاملا سالمه. سرعت عمل با کاتر خیلی بهتره، فقط اینکه تیغتون نو باشه و از تمیز بودنش مطمئن باشید. نگاه کنید دونه دونه قشنگ جدا شد. به راحتی اینجوری هم مشماش رو در میاریم و میندازیم توی تابه. از اونجایی که داخل مواد کباب تابهیمون دنبه بود، من از روغن زیادی استفاده نمی کنم و فقط یه تیکه کره میندازم تا کف تابه گریلم رو باهاش چرب کنم. خود این کباب و حین سرخ شدن روغن میندازه.
اکثرا فکر میکنن سنگدون مرغ هیچ خاصیتی نداره، در صورتی که سنگدون منبع غنی پروتئینه، یعنی یکی از قسمت‌های مرغه که بیشترین پروتئینو داره. اینجا رو نگاه کنید، از اونجایی که اینا نیمه منجمد شده خیلی راحت میشه چیدش داخل تابه. یه طرف مشمش رو برداشتم که راحت بتونم بذارم توی تابه و اون طرف نایلون رو ازش جدا کنم. بعد اینا حین سرخ شدن به خاطر دنبه‌ای که داخلش داره یه خود خوش رو جمع جور میکنه. چقدر خوشگل شد. یه کوچولو هم اینجوری فشارش میدم که خطای تابه گریلم بیفته روش و با شعله متوسط رو به بالا بدون اینکه در تابه رو بذارم صبوری میکنم که کباب تابه‌ام سرخ بشه. عزیزان اینجوری بهتون بگم که از همه مواد غذایی باید تو چرخه تغذیه‌مون استفاده بکنیم. خب خیلی واقعا نمیدونن که دل مرغ و سنگدون مرغ چقدر خاصیت داره و فکر میکنم فقط از مرغ میتونم رون و سینه رو بخورم، در حالی که یه فنجون از گوشت سنگدون مرغ میتونه تا 88% پروتئین روزانه بدن یه انسان بالغ رو تامین بکنه، ضمن اینکه خیلی ویتامین B12 بالایی داره. نگاه کنید این داره آب میندازه، همزمان میپزه، یعنی ما اصلا نیازی نداریم که ریم تابه در بزنیم چون اونجوری کباب تابه یا ما حالت بخار پز پیدا میکنه. ما میخوایم وقتی که داره سرخ میشه مغز پختم بشه. خدایی وجدانن عطری را انداخته که نگم براتون، یعنی 100 برابر از گوشت بهتر. به یک نکته توجه کنید، زمانی که رنگ گوشتتون تغییر پیدا میکنه، یعنی دما اونقدر مناسب بوده که از مرکز گذشته به سطح رسیده، پس این تقریبا پخته. حالا ما برش میگردونیم که اون طرفش هم سرخ بشه. فقط توجه داشته باشید یه خورده اینا لخته، برگردوندنش دلق میخواد. بهتره که با دوتا کفگیری این کار رو انجام بدید و بسیار با احتیاط. یه جوری شده که آدم در رابطه با هر چیزی که میخواد بخوره میتونه یه سرچ خیلی عالی تو گوگل داشته باشه و از خواص بیشمار اون منابع غذایی اطلاع پیدا بکنه. بهتون به شدت پیشنهاد میکنم که این پروتئین رو تو چرخه غذاییتون قرار بدید. ببینید قشنگ خودش رو گرفته، رگه های تابه گریلمون هم افتاده روش. اون صدای جیلیز بیلیزی هم که میشنوید دارم در کنارش گوجه سرخ میکنم. خدا رو شد همش با موفقیت و بدون آسیب برگشت. چقدرم خوشگل شده، قشنگ روغن دنبه هم ازش خارج شده. میدونید که سالمترین روغن روغن دنبه است. اینم گوجه‌ام که تو این تابه داره به همراه یه مقدار کره سرخ میشه. کباب تابه یه جذاب ما آماده شد در کنار یه چلوی زعفرونی و این گوجه های سرخ شده آماده سرو کردنه. از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید. به شدت بهتون توصیه میکنم که این کبابو درست کنید که فوق‌العاده است. من یاد گرفتم برای موفق شدن هر ثانیه در حال تلاش باشم و از هیچ کس جز خودم توقعی نداشته باشم. یاد گرفتم در نهایت سختی و مشکلات هم بجنگم و امیدوار باشم. یاد گرفتم که هیچ لذتی بالاتر از خوبی های بی توقع نیست. من خوب خواهم بود حتی اگر همه جهان بد باشند. من امیدوار خواهم بود حتی اگر یأس و ناامیدی بر پیکره عالم سایه گسترده باشد. و من موفق خواهم شد حتی اگر تمام جهان بگویند ممکن نیست.
من نقطه پرگار دنیای خودم هستم. این منم که تعیین می کنم فردای من چگونه خواهد بود.